سرخط خبرها، عقب نشینی کامل ایران در برابر آمریکا. قدرتمندترین موشک فضایی جهان امروز پرتاب می شود. منبع روس نیروی هوایی اوکراین را از بین بردیم. و سناتور آمریکایی FBI رسوایی لپتاپ پسر بایدن را سانسور کرد. مشروع اخبار. عقب نشینی کامل ایران در برابر آمریکا، به گزارش تحریریه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، به صراحت اعلام کرد که به دلیل آمادگی تهران برای چشم‌پوشی از بعضی از خواسته هایش، ایران و آمریکا نسبت به دو هفته قبل به توافق هسته‌ای نزدیک‌تر شدند. با این حال جان کربی در مصاحبه با CNN تاکید کرد که هنوز اختلافاتی وجود دارد و اتحادیه اروپا و ایران مشغول بررسی پاسخ آمریکا هستند. عقب نشینی ایران در برابر آمریکا که در وضعیت بغرنجی قرار دارد باعث حیرت کارشناسان شده است، زیرا هم در عرصه میدانی خاورمیانه دست برتر با ایران است، هم روسیه اروپا را به گروگان گرفته و همین که آمریکا فاقد پلن بیست که نشان می‌دهد ایران می‌تواند خواسته های خود را به طرف غربی تحمیل کند. برآورد میز بین الملل تحریریه این است که در صورت تسلیم ایران و بازگشت به توافق، برجام جدید تا سال 2025 متلاشی شده و ایران با وضعیت بدتری مواجه خواهد شد. قدرتمندترین موشک فضایی جهان امروز پرتاب می شود. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، موشک جدید سازمان هوا و فضای آمریکا ناسا که قدرتمندترین موشک فضایی جهان به شمار می آید، امروز دوشنبه از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا آمریکا پرتاب و راهی کره ماه می شود. ماموریت فضایی آرتمیس 1 از یک دهه قبل روی آن کار می شود، قرار است 6 هفته در فضا ادامه داشته باشد. 50 سال از ماموریت فضایی آپولو برای اکتشاف ماه می گذرد و انسان بار دیگر می خواهد به نزدیکترین همسایه کره خاکی خود بازگردد تا راه برای سفر به سیاره مریخ با همین سفینه فضایی گشوده شود. کپسول فضایی اوریون که بدون سرنشین آزمایش می شود به مدار ماه فرستاده خواهد شد تا اطمینان یابد می تواند سفری امن را برای فضانوردانی که بعداً می خواهند روی ماه قدم بگذارند فراهم کند. برنامه ریزی شده است که در سفر بعدی برای نخستین بار یک زن و یک رنگین پوست به ماه بروند. منبع روس نیروی هوایی اوکراین را از بین بردی. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، یک منبع دیپلماتیک روس اعلام کرد که این کشور نیروی هوایی اوکراین را عملاً از بین برده است. یک منبع دیپلماتیک روسیه که نامش فاش نشده گفته است که مسکو با نیروهای هوافضا و سامانه‌های پدافند خود هر آنچه را که از نیروی هوایی اوکراین باقی مانده بود نابود کرده است. و به خبرگزاری تاس روسیه گفت کل پرسنل عملیاتی واجد شرایط نیروی هوایی سابق اوکراین از هواپیماهای میگ 29، سوخو 27 و سوخو 25 عملاً با اقدامات مؤثر نیروهای هوافضای روسیه و سامانه‌های پدافند هوایی حذف شدند. به گفته این منبع دیپلماتیک روسیه، وعده‌های غرب برای تحویل تعداد بیشتری از هواپیماهای جنگی ساخت شوروی به احتمال فراوان محقق نشده باقی خواهد ماند. این منبع گفته که اوکراین مجبور شد برای انجام پروازهای جنگی کاترهای هوایی کمتر آموزش دیده را وارد درگیری کند که منجر به تلفات فاجعه بار در افراد باقی مانده در نیروی هوایی اوکراین شد. سناتور آمریکایی FBI رسوایی لپتاپ پسر بایدن را سانسور کرد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، سرنمای شبکه فاکس نیوز نوشت سناتور آمریکایی از FBI به دلیل نقش آن در سانسور رسوایی لپتاپ هانتر بایدن به شدت انتقاد کرد و گفت اگر مردم آمریکا از این رسوایی آگاه بودند، بایدن امروز رئیس جمهور نبود. اظهارات این سناتور جمهوری‌خواه از ایالت ویسکانسین پس از آن مطرح شده که مارک زاکربرگ، بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک، در پادکست جو روگان در پاسخ به این سوال که آیا فیسبوک اخبار مربوط به لپتاپ مشکوک هانتر بایدن را سانسور کرده است، گفت FBI به پلیس فدرال هشدار داده بود تا مراقب محتوای این رسانه باشد.
جمهوری خواهانی مانند کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت مجلس نمایندگان قول دادند پس از اینکه حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره کنگره توانست مجلس نمایندگان را از دموکرات ها پس بگیرد، این شرکت بزرگ فناوری را تحت پیگرد قرار دهد. این گروه از جمهوری خواهان ادعا می کنند که پلتفرم های فیسبوک محافظه کاران را سانسور می کنند. جانسون گفت ما شاهد نظرسنجی هایی بودیم که نشان می دهد اگر مردم آمریکا از فساد خانواده بایدن و هانتر بایدن اطلاع داشتند، جو بایدن رئیس جمهور نمی شد. ما مرزهای باز نداشتیم. تورم بالای 40 ساله، قیمت بنزین بی سابقه و افزایش جرم و جنایت را نداشتیم.